جلسه روز یکشنبه مجلس ارتجاع که با حضور آخوند علوی وزیر اطلاعات رژیم تشکیل شده بود، صحنه سوز و گداز از دستگیری دیپلمات تروریست رژیم اسدالله اسدی و ترس و آشفتگی نظام ولایت فقیه به خاطر درماندگی در برابر مجاهدین و خطر سرنگونی بود. تذکر جناب آقای محمد رضای ملک‌شاهی را نماینده محترم خرامات و چگینی به وزیر محترم امور خارجه، پیگیری آزادی بی قید و شرط آقای اسدالله اسدی دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی در آلمان. و به حمد الله ما در این 40 سال شاهد بودیم چه او زمانی که سپاه واحد اطلاعاتش کل اشراف اطلاعاتی را انجام میداد، چه از او زمانی که اطلاعات به صورت وزارت اطلاعات در آمد، به جز یکی دو مرحله، یه مرحله در اون دورهایی که منافقین دست به خمپاره‌زنی میکردن، اومدن تو همین اتوبان همت خمپاره ها رو کار میذاشتن، وزارت اطلاعات رو مورد هدف قرار میدادن، زمان آقای یونسی. از زحمات سربازان گمنام دیگه ما خودمون میشناسیم، حقیقتا تشکر میکنیم. خب ولی این دوباری که خوردیم، یکی زمان شما، یک زمان آقای یونسی بوده. یکی از این تهدیدات بسیار بسیار خطرناک فضای مجازی است. توی این فضای مجازی 3-4 سال گذشته بحث تلگرام، تمام دستگاه‌های اطلاعاتی رصدهاشون حاکی از وقوع یک کودتای رسانه‌ای بر علیه انقلاب می‌دادن. نیمه خالی لیوان که کار وزارت نیست. از بین حدود 300 تیمی که با برنامه اقدامات تروریستی وارد کشور شدن و زیر ضربه رفتن و عوامل اونها توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدن، چرا عزیزم اون رو فراموش میکنیم؟ عرض و خدمتون، تیمی 10 تا گل زده، 1 گل خورده، اون 1 گل خورده رو به فرق اون تیم بزنیم، 10 گل رو نادیده بگیریم. علی ربیعی وزیر کار رژیم در هراس از خطر قیام و مجاهدین گفت امروز دشمنان و به خصوص مجاهدین مباحث اجتماعی کشور را هدف گرفتند که این موضوع در بحث کامیونداران کاملا مشخص بود. وی افزود خواسته کامیونداران برحق بود، اما در کمترین زمان ممکن شبکه‌های مختلفی توسط مجاهدین در جهت جلوه دادن این خواسته به اعتراض راه اندازی شد. پاسدار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل رژیم نیز با نگرانی گفت بدنه مجاهدین از عراق خارج شده و نیروها و تجهیزاتشان در آلبانی است و ارتباط نزدیکی با آمریکایی‌ها دارند. وی افزود هدایت افکار عمومی ناشی از شبکه‌های اجتماعی یک امر ضروری است که اگر نتوانیم این هدایت را به درستی انجام دهیم، می‌تواند موجب آشوب میان مردم و جامعه شود.